با درود خدمت شما دوستان گرامی من شهریار توکلی هم این ویدیو حالت آموزشی هم نداره بیشتر معرفی پروژه که روی الکسیره یا چه کارهایی که میشه روش کرده طبعا ادامه ویدیو قبلی منه که داخل چنل هم میتونید ببینیدش ویدیویی درست کردیم به نام پروژه های تیم الکسیر و منابع یادگیری برای شروع این ویدیو اون بخشی که چه پروژه روی الکسی درست شده رو میخواد کاور بکنه همون تو ویدیو قبلی صحبتش رو کردیم اینجا بود که تیم فلای دات او که خب تیم بسیار بزرگی هم هست اخیرا یه سرمایه گذاری بسیار خوبی رو, رو روی زبان الکسیر کرده و خیلی هم خب به شدت هم پروژه های خوبی رو این مدت ریلیز کرده کانتنت خیلی خوبی درست کرده و همینطور داره با ما رو پول میریزه دیگه محتوای الکسیر هم آل یه محتوای بیشتر حالا جنبه تبلیغاتی داره معمولا اینقدر به صورت ساده یک ابزاری رو انتخاب نمی کنند ولی خب پاسخ میده به پرسش های آدمایی که میگن خب الکسی چه پروژه درست شده و اگر ما بیایم توش مثلا دچار مشکل میشیم یا نه این محتوا هم طبق فعالیت اخیر تیم الکسیر چیه داستانش اینه که بازم به ماشین لرنینگ زیاد میپرداز بالاخره الکس خود الکسی رو سازندش سرمایه گذاری از چه از نظر وقت چه از نظر هزینه روی ماشین لرنینگ زیاد انجام دادن توی این سال بخاطر همینم شما وقتی ها معرفی میشه میبینی که داخلش بازی یه هفتشتایی پوینت به اونا هست خب اول توی این محتوای خیلی ساده اه اومده یه جدولی رو درست کرده که یه مقایسه ای رو انجام داده که مثلا الکسی میتونه این کار رو انجام بده در مورد سروره سرور که خب اینجا گفته با ارلنگ انجام میشه اینو آدمایی که سطح سوادشون به انجینیکس و این داستان ها میرسه باید بیشتر روی این, رو این, بحث بکنن ولی خب سیستم های بزرگی رو الان با ایرلنگ داره انجام شد چرا ما میگیم ایرلنگ؟ به خاطر که الکسیر روی موتور ایرلنگ درست شده پس هر چیزی که روی ایرلنگ داخل اون هم هست در مورد ریکوست پراسسینگ باز اینجا ایرلنگ رو نام برده حالا در مقایسه با روبین ریلز گفته من باز در مورد این اطلاع ندارم بعد در مورد لانگ running ریکوست که باز اینجا ارلنگو گفته نسبت بگو بازم من اینجا اطلاعاتی در موردش ندارم که بخوام خیلی صحبت معروف که تکنیکی بکنم در مورد سرور واید استیت اینجا و همون پرنسپل پرنسپ دیتا نزدیک فک ما در بره یعنی ما خواستیم اینو تلفظ بکنیم <applause> بعد خب اینجا ردیس با مونگو دی بی رو گفته من هم مونگو دی بی که دی ریدیس رو که نه در مورد ردیس صحبت بکنیم بله ما توی لنگ امکانات خیلی زیادی داریم مخصوصا ای نمیدونم روی تاپ لول ای تی اس منزیا و خیلی امکانات دیگه که کلا کمک میکنه یعنی فقط هم این دیتابیس های کی نیست حالت استاتیک تر و با پرفرمنس بالاتر هم داخل این سیستم هست خب ولی خب مطمئنا کسی نمیاد مستقیم برای پروژه خیلی بزرگ با امکانات خیلی زیاد بدون یه تیم از لنگ استفاده بکنه برای این داستان به خاطر اینکه باید چرخ از اول درست بکنه ردیس برای این درست شده برای اون داستان به نظر من فوکوس سنگینی نداشته که فقط بخواد این سرور واید استیت درست درمونی رو پیاده سازی بکنه بله همه امکاناتش هست به همون اندازه ریدیس میتونید یه چیز خفنتر حتی بسازید ولی خب کلمهش رو نگاه بکنید بسازید ریدیس یه ابزار آماده است پس اینجوری نمیشه زیاد باش ور رف. در مورد بگراند جاب گران و بش و اسکریپت و روبی که باز اینجا ارلنگ که پایین تر هم یه کتابخونه بسیار فوقلاده رو معرفی میکنه اونم اوبان که خودم فنشم و در مورد سرویس کش کراش ریکاوری در مورد ارورا که اینجا سیستم آفستری اپ تو گذاشته که بازم ارلنگ میتونه کاراش انجام بده خب خلاصه بگم دو سه دقیقه اول ویدیو شما کلا حروم شد به خاطر اینکه من هیچ اطلاع در موردشون نداشتم ولی خواستم این جدولو براتون بگم که داستانش به چه صورتیه حالا باز دوباره اومده پایین تر یه سری صحبت در مورد خود این ماشین بیم که همون موتور لنگی که الکسیر هم روش درست شده در مورد پراسیسینگش از مدل اکتر مدل استفاده میکنه بخوام خیلی غیر تکنیکالی که سواد خودمم هم میکشه بگم مثلا شما یه تردی درست میکنی اگر بگی مثلا هر تردی یه عدد بدی مثلا بدی دو مثلا این اکتر مدل خیلی کوچکتر از اون دوه مثلا نیم نیم نیمه میره جلو این مدل باعث میشه که بتونی کاره همزمان و کانکارنت بهتری رو ببری جلو و مثلا جلو یه سری ریس کاندیشن برای آپدیت مثلا مپ و اینا رو هم میگیره اینا چیزایی بود که خب قبلا تو مصاحبه ها که بودم به میگفتن در مورد دیستریبیوت به خاطر اینکه ارلنگ برخلاف سیستم های دیگه حالا اون که سیستم دیگه هم همینجوری باشن کلا ذاتش اینه که یعنی یعنی تیمش میخواسته که این امر میسر بشه در شروع گفته آقا من دیستریبیوت هم میتونم تو چندین نو، تو چندین اسلیو تو چندین به قول معروف که پروسه های مختلف سیستم رو بیارم بالا و هر کدوم رو بر اساس نیازمندی کالشون بکنم توی تحت شبکه داخلی باشه شبکه خارجی باشه امکاناتش فراهمه ولی ممکنه مثلا میگم و توی زبان مثل pاhv امکان فراهم نباشه و شما باید کدنویسی زیادی رو بکنی در مورد RPC من اطلاعات ندارم ولی خب یه مثالی اینجا گفته در مورد گاربیج کالکشن برخلاف زبونهای دیگه اینجا روی ارلنگ میگم بر... میگم برخلاف من زبون دیگه کار نکردم اونچنان که برخلاف نه آقا ببین اگر بخواد اینجا گاربیج کالکشن رو بخوام بهتون بگم خود موتور مثلا لنگ بیم اینو هندل میکنه و یه ویدیوی من از یعنی یک لایوی از من از سازنده الکسی دیدم مثلا میگفت ما رو خیلی با راست اینا مقایسه میکنن و فلان یه قسمتش همین گاربیج کالکشن ها بود میگفت ببین ما اصلا این مشکلات نداریم که بخوایم براشون مثلا اون چین چیزی که تو راسته رو را پیاده بکنیم یا منظورش این بود که اصلا اون هدفی که این سیستم داره پیاده سازی میکنه جایی که داره استفاده میشه داره خوب مدیریت میکنه نیاز نیست که مثلا لو لول تری براش فراهم بشه و تا حالا موفق بوده همونطور که فکر کنم 36 یا 38 ساله موتور لنگ داره هر روز بهبود پیدا میکنه و داره کار میکنه مخصوصا تو صنعت تلکامین یعنی هم خیلی کلی صحبت کرده در مورد ریسورس یوزج که خب میگه اون ریسورس کمی رو استفاده میکنه هم کلی تو مقایسه هایی که من بنشمارک هایی که تو این چندین سال دیدم خیلی خوب کلمه آخر رو گفته یعنی واقعی بین بوده مثلا توی یه جایی خیلی زیاد مثلا با گو داشتن مقایسهش میکردن برای عملیات کانکرنت همزمان و پارالل داستان ها مثلا توی تعداد پایین مصرف مثلا میگم رم مصرف مثلا, مثلا سی پیو رم الکسی زیاد بود و ولی توی تعداد بالا به مرور مصرفش اومد پایین تر از گو حالا این بنچمارک هم لینک ندارم بهتون بدم ولی روی این حرف من حساب کنید که اون بنچمارک این حرف رو زده بعد در مورد حالا میگه به صورت بیلتین داخل این زبون UDP و TCP و SSL ساپورت میشه یه کی خیلی قوی هم داره واقعا لذت بخشه با این ای کار کردن یعنی واقعا میگم یعنی دنیاییه یعنی هم فکر میکنم نصف این داستانهایی که الان ایرلنگ انتخاب میشه به مرور همش به خاطر اینه بعد در مورد تریسینگش یه سری لینک مینگ داده با ابزرد که بذاریم باسته خودتون بعد میگه ما 237 سال هم داریم شاخ بازی امیره میگه 37 سال ما داریم کار میکنیم تو پروڈاکشنیم و دیگه بهتر از ما نیست حالا بریم پایین تر قبل از هر چیزی در مورد لکسیر یه چیز خیلی مهمی که وجود داره و خیلی جذابه و سعی هم نمیکنه خیلی یونیک باشه خیلی مثلا کارهایی انجام بده که دیگران انجام ندن نه مثلا ببینه یه چیزی توی گو خوبه سری میره اون رو میگیره مثلا فرمتینگ و مثلا گو فکر میکنم اول تو زبون خودش آورد یعنی یه تولز جداگونه نبود و به شدت ابزار دپندنسی منیجمنتش همون کتاب ها و نمیدونم اتصالش به پکیج منیجر میکس که اون سری صحب... پکیج منیجر هکس که صحبتشو کردیم این ابزار میکسش واقعا با صحبت و هر امکانی هم که شما مد نظرتونه بالاخره این داره و مورد بعدش هم من فکر میکنم اگر مثلا روی زبان از یک تا ده پنج تا کار بکنن روی داکیومنت و کارایی این داکیومنت و راحت پیدا کردن و شکل و شمایلش واقعا ده از ده کار میکنن پس از لحاظ داکیومنت واقعا کلین و تمیز و متصل به مثلا گیت ها و گیت لب یا هر جایی که سورس داره میاد که قشنگ خط به خط بشه حتی برو دید و اومد الان میگم شاید میگیم مثلا امکان ساده است ولی میرید زبون دیگه متوجه میشید که واقعا فرق داره مثلا اخیرا تو نسخه یک و شونزده مثلا چیت چیت های اضافه شده برای مثلا نمایش سریعتر بعد آنتی پترن مثلا به عنوان داکیومنت تو خود داکیومنت اصلی زبان اضافه شده و این داک... ابزار داکیومنتشنش یه مارکدان حرفه‌ای رو پشتیبانی میکنه لینک تو سورس سرچ داره بعد برای گرف کشیدن این داستان هم همینطور میبینید از این سه تا کتاب خونم ساپورت میکنه خب ام امکاناتی که ایشون اینجا حالا برای خود زبان مطرح کرده نسبت به جاهای دیگه مثلا پروتکل رو برای شما گفته پول ما اگر میخوایم پیاده بکنین این پروتکل میتونه تو زبان فانکشنال به شما کمک بکنه و در مورد دیتا پروسسینگ به صورت لیزی استریم رو اینا که اینایی که دارم همشون نام میبرن یه ماژولن که داخلشون فانکشنال زیادی هست حالا میریم توی همین الان باز کنیم دیگه یه اچ زدم اولش که داکیومنتش بیاد میبینید که توضیحات خیلی کاملی هم هست همین داکیومنت حالا با شکل جی آیش داخل خود سایت الکسیر هم هست فانکشن های زیادی داره اگر من اینجا دونه حالا مثلا پروتکل خب بیشتر حالت دیفاین داره اون فانکشن های کلی رو داره و مثلا فانکشن بعدی که است ماژول بعدی که استریم رو گفته شما میبینید که انواع امکانات انواع چیزهایی که میخواین رو براتون پیاده کرده در مورد تایم در مورد زمانبندی و تایم چندین ماژول رو ایشون کامل ساپورت کرده واقعا ماژول های تکمیلی و حرفه ای هن. علاوه بر اون یه آقای خیلی خفنی هم به صورت حرفه ای فقط تو زمینه تایم داره فعالیت میکنه که به راحتی با دو تا سرچ میتونید توی انجمن پیداش بکنید برای موضوعات کانکارنت از این داستان ها پارالل پروسسینگ از تاسک صحبت کرده برای این تاسکم هم ببین اینا که شما میگم مثلا حالا من یه خورده سویفت کار کردم یه خورده پی اچ و روبی در ای اس روی الکسیر خب تو بگم که این در مورد ها انقدر این موضوع سرراسته که شما با حداقل اقل سواد در مورد اون موضوع میتونید ازش استفاده بکنید و یه مشکل جدیدی هم درست نکنید <تصفح> پس در مورد پارالل پروسسینگ مثلا ماژول تسکو داره اینا همه بیلتین خود زبانه برای درست کردن یک استیت کوچولو ایجنتو داره توی با ما که یه خورده لول بالاتر همزمان با مدیریت پراسیسین یه چیز دیگه, دیگه بنام اوتیپی داره که داخلش اینجا روز مطرح نکرده امواه انوایرومنت های مختلف و ایشون یعنی سازندهش اومده براش یک فانکشن های مختلفی رو گذاشته یه از این چیان باز کنیم دیگه از خود الکسی میبینید که مثلا توضیحاتش اگه ببینید چقدر قشنگ سفر رو درست کردن یعنی واقعا داکیومنتش نه تمام اینجا دارین علاوه بر این شما تو این سامری که بزنین فانکشن ها مثلا همین بغل هم میتونید بیارین سری خلاص مردونگی کردن دیگه بعد برای نگه داشتن استیت های کیولیو داخل مخصوصا برای نگه داشتن پراسس آیدیا پیت ها ماژول رجیستری رو معرفی کرده این رجیستری تا حدودی باز داخلش کوچولوی کوچولو بعضی موقع بعد بلد باشین یا بتونید خوب کوی پیس کنید این خیلی مهمه پس تا اینجا ما اگر امکانات پیش ورز خود الکسی رو ببینیم اون چیزی که شما قراره با استیتا کار بکنید استیتا رو پراسس بکنید ریکوست بفرستید چه به فانکشن چه به یو آر Uh, و اونا رو توی چندین ترد و چندین حالت اکتر مدل و بیاین مثلا مثلا پارالل داستان داستانا اون داده ها رو اگر خیلی زیادن مثلا شما یه دونه اکسل داری دو میلیون ریکورده که نمیریزی یک دفعه رو رم مثلا 100 تا صد تا 200 تا تا میبری جلو پراسز میکنی که استریم معرفی کرده و برای با اون حرف که پولیفورمیزم این داستان ها که چند چند ریختی بخوایم فانکشن رو درست بکنید پروتکل این امکانات پایه و دیفالت خود زبانه ماژولای دیگه مثل اینام و اکسس و خیلی ماژولای دیگه که کار با لیست و مپ هستن فراهم شده حالا بریم چند تا کتابخونه خیلی معروف روی الکسی رو با هم دیگه صحبتشو بکنیم او این تایمه که بهتون گفتم این آقا این آقای این آقای خفنیه بزن روی این کلیک کنیم روی این کلش این آقای کسی رو فالو نکرده ولی سازنده الکسی اینو فالو کرده <applause> واقعا فعالا یعنی اصلا این این چند تا کتاب خونه من فیلم می‌کنم دیگه توی زم تایمو که ایشون پاره کرده حالا میرسیم بهش برای ماشین لرنینگ اه... بامبل بی معرفی کردن که الان من سواد ندارم باز در مورد کار کردن با نامریکال که اینا بازم فکر کنم ماشین لرنینگ که اس، اسکادا رو فکر کنم معرفی کردن که مثل نامپی گفتم الکسی خیلی هزینه زیادی کرده و دنبال این بوده که هرچی که ابزارهای معروف و مورد نیاز روی پایتان بوده یا زبونی دیگه اونا رو بیاره و علاوه بر که اون حالت خود کتاب خونه آورده را حالت هایی که مثلا چی بهتون بگم اون حالت داکیومنت قابل اجرا برای کار با ماشین لرنینگ یا داکیومنت کردنش که جلوتر هم میگه لایف بوک بجه مثلا بجای جوپیتر توی پایتان اومده مثلا لایف بوک و کامل و تر درست کرده خب جن و برادوی همونجور که نوشته در مورد کامپلکس بیوتته که موارد مثل بکگراند پرشر اینا رو مدیریت میکنه این برادوی همینطور وصل میشه به نمفصارهای بزرگ مثل روید امکیو با اونی که اسمش چی بود مثلا ویدیو یادم میره دیگه بعد وصل میشه به اینا برای مسیج پروسیسینگ و این داستان ها بعد جنستیج هم همین کار رو میکنه جنستیج خود سخته من نمیدونم چرا برای من همیشه سخت بوده ولی برادوی خیلی آسونه تاپ لول این جنستیج درست شده بریم داخلش من یادمه که یه جایی میگفت که از چیا ساپورت میکنه آ کافکو من رفت رو مخم گفتم حالا حتما پیداش کنم <تصفيق> <تصفيق> تو ویدیو قبلی هم گفتیم فریم ورک نروز برای, آیو... برای آیوتی برای و با امبدد سیستم هاست یک کتاب خونه دیگه هستش که الان من نیدم که برای پراپرتی و جنریتیو بیس تستینگ بذاریم من یک کتابخونه دیگه ای دیدم برای پراپرتی تست ولی اینم جدید بود خود سازنده الکسی هم داره روش کار میکنه آها سه هفته پیشم یه آپدیتی دادن براش اوکی بعد یک کتاب, یک کتاب خونه کتابخونه فوق العاده و, و تمیز راحت که الان هم یه تیم خیلی خوب درست حسابی امنیتی هم روش داره کار میکنه این سوبلو سوبلو همچین چیزی و کدی که زدین و آخر میایین باشه بررسی میکنید مشکلات رو بهتون میگه توی سی لایتون بعد قشنگم براتون همونجا تو محیط ترمینال یه گرافیک درست درمونی درست میکنه که یکی یکی بریم فیکسشون کنیم پروژه بعدی اوبانه این پروژه به شدت به شدت به شدت تر و تمیز با آپدیت زیاد چه نسخه پولی چه نسخه رایگانش هم حالت هم پنل گرافیکی کلا برای شما که بخواین جاب کیو درست بکنین و برای این جاب کیو هم ورکر درست بکنین و میخواین از دیتابیس پوسکرس استفاده بکنید از حد اکثر امکاناتش این کتاب خونه رو فراموش نکنید یعنی من همیشه مثلا بعضی موقع میبینم میسی مثل تویتارو رو مثلا طرف میگه که من پروژه رو استارت نزده اوبان رو نصب و میکنم در مورد رک بهتون بگم یه کتاب خونه جدیدی که دشبیت فکر میکنم داره اینو پشتیبانی یعنی اینو داره درست میکنه بذاریم از گیتاب خودشه این آقا کنم دشبیته این آقا رو من پو... نا برای اشتیبی سندرا HTTP کلاینت ها کتاب خونه به مرور خیلی زیاد مثلا اشتیبی پویزن قبلا خیلی معروف بود ولی اخیرا مثلا رک نمیدم و مینت نمیدم چند تای دیگه درست شدن که هر کدومش یه مسیر رو رفتن جلو پس میخوام بهتون بگم آپشن خیلی زیاده برای اشتبی کلاینت توی الکسیر من تو پروژه مثلا از همهشون استفاده کردم و هنوز از رک استفاده نکردم واقعیت هم جز یه دونه فایل اسکریپتی ولی آپدیتشی که دارم میبینم خیلی حالت چی تو بگم یه حالتی درست کرده که شما از خیلی از امکانات با دستی بنویسی دیگه رها میشی حال مثلا تبدیلش سریالایز کردنش از جیسون به مثلا یه مپ اینا رو خودش بیلتین داخل خودش با آپشنایی که راحت بتونید انجام بدین پیاده سازیش کنین پیاده کرده پس الان گزینه خیلی خوبیه و به شدت هم داره استفاده میشه و آپدیت میشه برای HTTP سرورز و همینطور ساختار پلاگین محوری برای هدر و این داستان ها کتابخونه که با تیم خود الکسی تو سشته به پلاگه که هم بسیار ساده است هم بسیار قدرتمند و امکانات زیادی رو میده که اون صرف کنم در ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم اخیرا یه دونه پیور الکسیر HTTP پی سرور یک و دو اومده که فکر میکنم که یکی از برنامه نویس های خوب ما آقای السینا بهادوری که جایگاه استاد من هم ایشون توش فعاله و کاملا با الکسیر نوشته شده و یک روی کردی رو داره و خیلی هم لایک گرفته و دارن فعالیت میکنن هر روز نشده من استفاده بکنم ولی خیلی گزینه خوبیه در مورد لایو وو که قبلا صحبت کردیم تو ویدیو قبلی نماش کلا تستی هم کردیم توی سایتش رفتیم دیدیم اگه تلفظش رو درست بگم ممبران این ایشون اینا روی وب آرتیسی کار میکنن بعد خیلی فعالن یه تیم فنلاندیان یاد تا اونجایی که یادمه و در گذشته خیلی سخت بود استفاده ازش ولی اخیرا به شدت به شدت امکانات خوبی رو گذاشتن و یه چیز جالبی که تو تیم اینا هست اینه که هر کسی برای خودش میره یه پروژه‌ای رو با وب آرتیسی یا مواردی که مربوط به خودشونه درست میکنه با یه روی کرد جدیدی تسمسشو که زدیدی نه خیلی خوبه با تصمیم هم دیگه میارن روی این کور اضافه میکنن اینا تجربه شخصی منه که در مورد این پروژه است این دیسیمال من تست نکردم تا لا بهش بر نخوردم که نیازم باشه و میرسیم به این جاسونه این جاسون آقای جاسون یه جیسون انکودره و دیکودر که سازندش که سازندش یکی از برنامه نویسایی ارشد داخل واتسپه ایشون و این آقا خب پروژه های خیلی بزرگی رو داره اوکی؟ یکی از قبلن یه پ... کلن جیسون انکودری که خیلی روش کار می‌شد پویزن بود بعض یک مدتی این کتابخونه از این آقا منتشر شد و این کتابخونه به همین راحتی هم منتشر نشد تا جایی که یادمه ایشون چند تا کتابخونه النگ و این داستان ها زد و خیلی هم روشون کار کرد اسمش یادم نیست ترموری داشتوش توش بعد یه پرفرمنس خیلی بهتری از پویزن پیدا کرد یک هندلینگ بهتری و بعد از یه مدتی کلا جایگزین پویزن شد و بهتون پیشنهاد میکنم که برای کلا برای جیسون از این کتابخونه استفاده کنین کم آنگاه که من یه پروژه دیدم که با نیف و کتابخونه راستلر که اینجا گفته اومده از راست استفاده کرده بود و تونست بنچمارک هایی که حالا جاسون و غیره دارن رو داخل الکسیر بشکنه ولی خب اون قسمتش با راست نوشته شده بود ولی شما میتونید به راحتی با این کتابخونه توی الکسیر استفاده کنید هم زبان زیک هم زبان راست حرفه ای ساپورت میشن یعنی شما در حد این که یه دونه دیدین تو اجتماعی یه دایو میکنین داخلش شروع میکنین به دایو زدن در حد همونه یعنی شما یه دونه مثلا بالا نگاه بکنین یه دونه مثلا آر میزنی بس نقطه میزنی زیرش هر چی دوست داشتی مینویسی خوب شدین سایت های خوبی رو نشون داد آبروی ما رو حفظ کرد بعد در مورد ایمیج مانیپولیشنش من دستکاری کردن ایمیج ها این باز هم این آقا هست که اخیرا خیلی کار کرده من هنوز استفاده نکردم من کتابخونه های دیگه مثل های جو, جو یارلش استفاده کردم با تایمش ولی ایشون فعاله و به شدت هم شما گزارش بکنی اصلا انگار که به قول مازندرانیا ها مثلا دیدی میگن مرغ این بالای درخت خوابیده میگه داره تک خوده همیشه حاضره <applause> بعد در مورد این سیلدارم دارم که توضیح دادم ویدیو خورده خسته کننده شد نه حالا اشکال نداره دیگه بالاخره بعد اینم میگفتیم دیگه خودتون که نمیرفتین بخونیدش من دارم خودم رو سکروفایز میکنم برای الکسیر <applause> بعد این شد چی؟ این شد از امکاناتی که راسلرو رو زیگلر که بهتون گفتم بعد خیلی سپورت خوبی دارن واقعا عالیه حالا تا همین قدم نیست قد کتاب قد بزرگ دیگه هستن که شما به راحتی می‌تونید داخل hex.pm پی برید پیدا بکنید برسیم به مبحث فونیکس و فونیکس لایو فریمورک وب و فریمورک سرور سایت اس پی ای و ریل تایمش هر چی دوست دارین بجز کتاب خونای یوای درست درمون همه رو دارن که اگر ببینید خب یه راوتینگ بسیار حرفی و تراتمیز داره که مثل روبیان ریلز و لاراول و اینا تراتمیزه خیلی هم قشنگه به نظرم راحت کار باش در حقیقت سری ماکروها هستن تو اون زبون توی برای اون کتاب خون درست شدن پلاگی که بالا صحبتش کردیم که خیلی قابل توسعه است مخصوصا به صورت پلاگ بدون که دست بزنید به سورس هم HTML هم JSON رو به صورت بیلتین داره و حالا اینجا گفته نمیدونم سین security دیفالت یه مواردی رو به صورت دیفالت برای HTTPS و این داستان ها داره که این هم باز داخل پلاگ من فکر میکنم براش هست در مورد کوکی اون موقعی که حالا مثلا اوایل شروع کارم بود برای فونیکس و اینا خیلی میگفتن مثلا اینا خیلی تحقیقات سنگینی داشتن که اشتباه دیگران رو تکرار نکنند و چون به شدت هم مثلا از روبی ریلز و اینا کوی برداری کردن یعنی اصلا خودشون جز سازنده های اونا بودن وقتی اومدن یعنی شروع کردن از یه چیزی که بیس پرکتیس بوده رو گرفتن و حالا بهبود سنگینش دادن انواع توکن این داستان خودش بیلتین درست میکنه حالا اگه بخواید جی دبلیو این داستان رو درست بکنی خب کتاب های خیلی خوبی براش هست که داخل سایت جی تی هم گفته مدل ام رو برای پترن اپاش در نظر گرفته که فونیکس لای ویو این مدل شکنده ولی کنترلر رو بعد به جای حالا مدل که فولدر کانتکس میتونید درست بکنین و ویو رو داره داخل خودش و هر جا دوست داشته باشین میتونین از این حالت استفاده بکنین با, با اینکه بعضی از کتابخانه‌های جدید این حالت رو پیگیری نمی‌کنن یه کتابخونه‌ای داره برای اسمش از گت تکست که تو خیلی زبان‌های دیگه هست برای چند زبان سازی و اینترنشنالیزیشنش بهتون کمک میکنه ساده هست و اکثر کتابخونه‌ها هم اونا رو داره کار با وب سوکت و دادن ای پی آی های زیاد خب میبینی که یه سری حالا چندین نو چنل و این داستان ها رو برای شما رو نمایی کردن این خدا آقا اون مالتی و ما ساپورت میکنم مالتی پلکسینگ چیه؟ نمیدونم بازه بخونید آمد اینجا گذاشته بعد اینو که چیزایی که همه دارن سشن داره سشن هم اونجا مثلا پیاده کرده scalable to میلیون of clients رو چندین بار اینا تست کردن تو مصارف مختلف ولی خب خیلی بستگی به نوع کود نویسی اینا داره ولی به سمت دو میلیون وب سوکت همزمان اینها در حال حرکت و بهینه سازی کسی یه داشتن قبلا یک و 500 اینا رو داشتن و یه محتوای خیلی خوبی داخل وبسایت فونیکس در موردش نوشته شده پس اگر دنبال یه چیزی هستین که بای دیفالت یه سری امکاناتی رو داشته باشه برای این اسکیل چیز خوبیه پاپ داداش گلم پاپساب بسیار بسیار جذابه مخصوصا برای مسیج دادن بین حالا چه نودای مختلف چه داخلی بعد در مورد مانیتورینگ و این داستان ها گفته از اینا بگذاریم در مورد development تولز خب این لایف کد ریلودینگش از قدیم بوده یعنی چیز جدید نیست در همه بخشا بوده مثلا نکس رو میبینید که مثلا یه مدتی یه دار درست میکنه داره روش کار میکنه ولی خب میبینید خیلی مشکل داره این اینجا واقعا جوابشو پس داده به خیلی حرفه‌ای و یادم میاد که دوستان میگفت که جی یا جیت هرچی بهبود بهتری پیدا میکنه اینا لایف کد ریلودینگ هم بهتر انجام میدن بعد این هات کدینگ چیز با این فکر می‌کنم این ف... همین لایبرری دیگه آره آره که اصلا نظرم رفت روی هات ریلود یه داستان دیگه است بعد در مورد ارور اینا صحبت نکنیم زبون بسیار قابلیت خوبی داره ان تو ان تستینگ و بدون بگم رفت که کروم درایور توی خود فونیکس لایو ویو فکر کنم اینا پیادش کردن که بتونید یه تست بکنید البته کتاب های خیلی خوب مثل پدریت و بیاره یا با سلنیوم مثلا ببره جلو این سری کتاب ها الا ماشالله ریخته است از اس بیلد استفاده میکنه جاوازکیپ کاران میدونن که این اه... کتابخونه باعث شده که الان بیلد های خیلی سریعتری داشته باشن باندلینگ و نمیدونم مینیفای کردن و نمیدونم کش کردن یه سری فایل و داستان ها رو همه رو ساپورت میکنه یادم یه اسپیلد خودش با گو درست شد ولی یه کتاب خونی براش درست کرد حالا بگذاریم ازش یعنی وقتی از وب پک اینا بلند شدن روی ای بیلد اینا در جا یه دو هزار تا ایشوی رو بستن خب ام پی رو ساپورت میکنه بعد بریم پایین تر آها بیلتین هم تلوین دو داخل خودش داره فریم ورک فونیکس که شما میتونید ازش استفاده و تیم خود سازنده تلوینم هم بسیار روش فعال هم قسمت ایساید ساید الکسیرش کتاب خونه خیلی درست درمون اسپی که حالا شما گفتم سرور سایدش لایو ویو لایو ویو امکانات خیلی زیادی داره علاوه بر اینکه این امکانات خیلی زیادی داره خیلی هم به روح و روان شما توجه ویژه ای داشته که هر چیزی رو نرید خیلی مثلا بنویسید اومدن ماجله خیلی مختلفی درست که این باید برین توش تا متوجه بشین حرف ما بعد و علاوه اون که هر جام کم آوردید یه جاواسکریپت میزنید و از کلاینت میفرستیم به سمت سرور از سرور میفرستیم به سمت کل... کلاینت و بعد این یعنی میتونید یه سری های خیلی خوبی رو هم در این زمینه درست بکنید لیتنسی کمی داره و چطور بتون بگم مثلا هر چی که اون امکانات OTP هست تو مثلا اومده تلفیق کرده همون ساختار رو و شما اون مشکلاتی که تو اسکریپت بوده پوشش داده و تا اونجایی که امکان داشته از جاوا هم استفاده مناسب داشته ویدیو قبلی توضیح دادم که چه تیمایی الان جدیدن دارن الکترونیکس لایو ویو رو مانیتور میکنن تیمایی که بسیار بزرگن و تو خط فناوری ان یک کتاب خونه اکتو داره که تو ویدیو قبلی هم صحبتش کردیم که همون او امشه که همه چیز رو ساپورت میکنه در مورد و اتنتیکیشن خب این بیسیک آتنتیکیشنه دیگه حالا یه بخشش گفتم لایو ویو سرورش دیگه ملو این داستان هست رو بگذاریم ولی اگر منظورش هم این این قسمت اتوریزیشن خود لای ویو یعنی چه جوری مثلا ولید بشه آقا این اچ واسه همین جای ماست یا این نفر دیگه از جای دیگه داره میفرسته به سمت سرور این اومده این انجام داده ولی این قسمتی که برای سشن و این داستان است در بیسیک است که خب سشن اوکیه ولی اگه بخواید چه پیشرفتتر پیشرفت تر دیگه باید برید کتابخونه نصب کنید یه مدت زیادی یه دونه کتابخونه ای بود به نام بامبو همچین اسمی همه ازش استفاده میکردم ولی خیلی مشکل داشتن سازنده الکسیر اینا گفتم بابا باشه با ما پاره شدیم ما از بس در این پشت ملت میام میگن و یه چیز کتابخونه درست کردم به نام سویش همچین اسمی بعد تلمتری رو برای کلان ترکینگ خب چندین سال توسعه دادم گفتم از خود لنگ از اونجا اومده و اینا دوباره یافتم رفرنس باشش درست کردن. و یه لایو داشبورد هم درست کردن اینا که بخوام مثلا لاراول کارا مثلا این لاراول پلاسه است این لایو داشبورد خیلی خفنه خیلی هم ساده است خیلی هم پلاگینی بله <laughs> بعد میتونیم باش اون حرف که خیلی مانیتور خیلی خوبی رو رو چندین نود انجام بدیم یعنی از یه سیستم روی چندین نود روی سرورهای مختلف و امکانات خیلی زیادی هم میده خیلی زیاد عکسش هست یا نه آره اکس. نگاه بکنین عکسش رو باز میشه آره اگر ببینیم مثلا وستیت ها، متریکس ها، ریکوست لاگر ها، اپلیکیشن ها، اپلیکیشن درخت میکشه پراسز هایی که دارین، هر پراسزی به کدوم پراسز وصله، کدوم آیزولیته پورت ایت، ها، ساکت ها، ایتی ها، بعد اون بالا میبینید که میتونید نوداش عوض کنید هر چند هر چند سانیه، چند دقیقه آپدیت بشه مصرف رم مصرف مثلا اتمارو رو سیستم و همه رو مثلا براتون اطلاعاتشو یا گرافیکی خیلی خوبی با همکاری شرکت داکیارد که قبلا هم صحبتش کردیم این کارو کردن داکر فایل جنریتور رو گذاشته کلا الکسیر یه بخشی است من چیزی خدمت رو خدمتتون بگم یه بخشی از ریلیز رو کلا گذاشته کنار مثلا هات اون به خاطر مشکلاتی که بوده الان دا داستاناش گذاشته کنار و چندین حالت دیپلوی و نمیدونم ریلیز درست کردن و کلا رو کرده این هم داستان کانتینرشه تمام شد خسته شدی نه من هم خسته شدم خلاصه یه ویژنی داشته باشین دیگه حالا توی کامنت ها می نویسم کلا ویدیو رو با دو X ببینید ببینید قشنگ ویدیو توی کمترین زمان ممکن انجام بشه در شما گرم خسته نباشین سعی کنید که حداقل حداقل این زبان رو نمیخواین کار بکنید براتون وچه نداره وچه مالی نداره حتی وچه معنوی نداره ولی کامیونیتیش رو دنبال بکنید کامیونیتی از به شدت رو جاوا اسکریپت فعالیت داره کامیونیتی از به شدت رو دیتابیس فعالیت داره رو ریل تایم الان میبینید مثلا رو جاوا اسکریپت کارا سافا رو خیلی دنبالش دنبال میکنن خب بخش زیادی از اون با الکسیر درست شده و اونایی که تو تیم اون مثلا سافا هستن هر که کتابخونه خیلی خفنی رو دلکسی دارن میبرن جلو پس به نظرم دنبال کردنش باعث میشه ایده های خوبی توی ذهنتون بیاد و حتی بخواید تو سیستم های خودتون رو پیادش بکنید بیشتر از این وقتتون نمیگیرم موفق باشید